سلام به همه دوستان عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. فاطمه اختصاری عزیز که اصلا شدید آن تایم رأس هشت اومدن، ممنون، اصلا بی‌نظیر بود این دقتتون. خیلی خوش آمدین همگی، خیلی روز خوشیه و واقعا دوست دارم به همه خوش آمد بگم. من فقط اگه اجازه بدین یه چیز کوچیکی رو چک بکنم که مطمئن بشم جلسمون داره ضبط میشه. یه یادآوری به گروه میکنم که این برنامه طبق روال روتین همیشگیمون داره ضبط میشه و بعد هم میاد توی کانال یوتیوب کارگاه و همینطور کانال تلگرام کارگاه قرار میگیره. فاطمه عزیز خیلی خیلی خوش آمدین. ممنونم هدا جان، من خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و اومدم که شعر بشنوم و یاد بگیرم و صحبت کنیم با هم. ممنون از شما. امروز روز بسیار خاصی هست، فکر میکنم برای نه فقط برای خانوم ها بلکه برای همه آدم های دنیا که به موضوع حقوق برابر فکر میکنن و ارزش میگذارن، به همه آدم ها از هر ورژنی که باشیم، از هر جنسی که باشیم، با هر ویژگی های خاصی که داشته باشیم. ما جهت بعضی از دوستایی که امشب به ما میپیوندن دوستان همیشگی کارگاه نیستن. این برنامه‌ای هستش که امشب به صورت عمومی داره برگزار میشه. ما باز کردیم که دوستان دیگه بپیوندن. برای آشنایی بقیه دوستان میگم ما هر سه شنبه کنار هم جمع میشیم. کارگاه شعر و داستان اکنون یکی از اکتیو ترین انجمنهایی که میتونم بگم تو حوزه ادبیات فعالیت میکنه توی استرالیا است. دوستان خیلی خوبی داریم که تو شهرهای دیگه هم دارن تو این حوزه فعالیت میکنن و گاهن به ما افتخار میدن و به جمع ما میپیوندن روزهای سه‌شنبه. خب فکر میکنم بکگراند ما هم که داره نشون میده ما کجاییم. ما تو سیدنی هستیم و صد البته دوستان دیگه ای توی گروه هستن که خیلی هم از جاهای دیگه ممکنه جوین بشن، چه استرالیا چه خارج استرالیا. فاطمه عزیز دعوت ما رو پذیرفتند امروز که برای ویژه برنامه روز زن کنار ما باشند. ما این افتخار رو داریم که امروز رو بتونیم در کنار هم به شعر بگذرونیم، به ادبیات بگذرونیم و خب هرچه دلتنگت میخواهد بگو بگذرونیم به قول معروف. قبل از اینکه من وارد حالا قضیه گفتگو بشم، اگر دوستان اجازه بدن من میخوام یک معرفی کوتاهی از فاطمه جان بکنم. فاطمه جان احتیاج به معرفی ندارند ولی باز فکر میکنم به جا هست که جلسه رو اینطور شروع بکنیم. بعد از معرفی ما یه بحث کوتاهی خواهیم داشت راجع به ادبیات و زن و بعد از اون میرسیم به پرسش و پاسخ و سوالاتی که بینمون مطرح میشه. دوستان از کارگاه، کسایی که توی یا تو کانال کارگاه عضو بودن، کانال عمومی یا کانال خصوصی یا از طریق فیسبوک برای ما یه سری سوال فرستادن، من سوالا رو جمع کردم ولی در عین حال چت هم باز هست. شما اگه زحمت بکشین هر سوالی که براتون پیش اومد که در خلال بحث مطرح میشد توی چت وارد بکنین، برای هست بفرستین. اکنون کریتیو رایتینگ هست هستش که من سوالها رو میبینم و بعد میتونم در خلال برنامه از فاطمه جان بپرسم. ولی حالا قبل اینکه وارد این جزئیات بشیم، با اجازتون من یه معرفی کوتاه از فاطمه جان به گروه میدم. همونطور که گفتم احتیاج به معرفی ندارن. فاطمه جان هم مثل خیلی دیگه از آدمایی که امشب به ما میپیوندند از متولدین دهه 60 هستند. دهه که خیلی از ما جزغاله شده و سوخته هستیم، ولی خب این خودش یک جذابیت مضاعفی به وجود میاره از بک‌گراندهای مشترکی که داریم یا خاطراتهای مشترکی که هممون داریم. ایشون کارشناسی ارشد مامایی دارن ولی خب به اقتضای شرایط الان
بیشتر نویسنده هستن تا بیان فول تایم کار بکنن توی اون حوزه مامایی، در این حال هم در حال حاضر تو نروژ ساکنن و دارن اونجا هنرهای تجسمی رو دنبال میکنن. فاطمه جان شاعر، نویسنده، ترانه‌سرا، فیلمساز و منتقد هستند. 10 کتاب ازشون منتشر شده، 6 تا فیلم که اکثرا مستند هستن منتشر شده. برای دوستانی که دوستان یه ذره بیشتر راجع به این آثار بدونم، من خیلی پیشنهاد میکنم که به وبسایت فاطمه جان سر بزنین. از جمله پربارترین وبسایتایی که من دیدم، انقدر این فعال این وبسایت که یک عالم اطلاعات میتونین از همون وبسایت جمع کنین و بعضن مطالبی که هنوز تو کتاب ها منتشر نشده، شعرهایی که هنوز منتشر نشده، شما میتونید دست اول تو خود وبسایت ببینید. اسم کتاب هاشون رو من میخوام یک کوچولو مرور بکنیم با هم که اگر دوست داشتین یه نگاه دقیق تری بندازین، اسماش هم خیلی جذابه. یکی از اولین مجموعه که حالا منتشر شد، یک بحث فمینیستی بعد از پختن سیب زمینی ها، سال 88 بود. بعد از اون کنار جاده فرعی، سال 89 منتشر شد، که این در حقیقت زمانی بودش که فاطمه جان با توجه به شرایطی که براشون پیش اومد، زمانی رو در زندان بودن به خاطر فعالیت هایی که داشتن، منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری سال 94 قبل از خروجشون از ایران منتشر شد و بعد از اون بقیه کتاب ها بعد از خارج شدن از ایران هستش. کتابی که به زبان چک منتشر شده، یه آنتولوژی از 3 تا شاعر که در حقیقت گردآورنده اون کتاب اصلا این ایده رو پیدا کرده بوده که من بیام 3 تا شاعر رو پیدا بکنم، انتخاب بکنم کدوم شاعرها و بیام بر اساس اون شاعرها این مجموعه شعر رو کنار هم قرار بدم. عنوان این کتاب هم در میان تارهای عنکبوت هست که سال 2013 منتشر شده. کتاب بعدی شنا کردن در حوضچه اسید، ببخشید من فکر کنم من میوت کردم خودمو. کتاب بعدی گفتم مجموعه داستانی هست، شنا کردن در حوضچه اسید، و بعد از اون مرده‌ای که مرده بود یک نفس عمیق کشید، دوباره مجموعه داستان. بعد از اون بوت بزرگ، یک مجموعه شعر هست، و بعد از اون تبر، مجموعه داستان. اصلا اسما رو شما بشنوین و بگیرین که چقدر این نویسنده خلاقه، حتی با نامگذاری کتاب ها. کتاب بعدی نزدیکی، که یک کتاب پلی ژانریک هستش، بسیار جذابه. من واقعا حالا وقتی که داشتم این کتاب رو بررسی می‌کردم، برای من یکی از جذابیتاش متفاوت بودن این کتاب بود. حالا میرسیم به صحبت کردن راجع به این کتاب. و کتاب آخرشون هم که سال گذشته منتشر شد، یک کتاب 2 زبانه‌ای هست به نروژی و فارسی، کتاب زنده نمیمانیم، یک مجموعه شعره. علاوه بر تمام اینها، مسئول اداره نشریه همین فردا بودن ایشون و بعد از این هم که از ایران خارج شدن، در حقیقت یک مجموعه نشریه های رو مدیریت میکنن که اسماش خیلی جالبه، دال و میم و جیم و الف و اینا، فکر کنم الان تشدیده اگه اشتباه نکنم. که خب یه نکته خیلی خوبش این که برای ماهایی که مصرف کننده هنر هستیم، من خودم رو میگم و خیلی از دوستان ما که اینجا تولید کننده هم هستند، یه مژده خوب که این فکر میکنم در اختیار عموم هم قرار میگیره، اینطور نیستش که لزوما شما بخواین مثلا مبلغی براش بدین و خیلی راحت میتونین از طریق کانال فاطمه جان این نشریه رو بگیرین. بی‌نهایت جالبه، هر کدوم از اینها به یه مسئله تمرکز داره. علاوه بر تمام اینها، فاطمه جان ترانه‌سرا هم هستن. خیلی از ترانه‌هاشون رو فکر می‌کنم شنیدیم، ترانه‌هایی که با خواننده‌های مثل شاهین نجفی، لیلی محسنی، شادی امینی و چند نفر دیگه منتشر کردن، کارهای خیلی خاص با زبان خیلی خاص. و حالا من هی دارم سعی میکنم رزومه نگم، ولی اگه میخواستم رزومه بگم، کل 2 ساعت برنامه‌مون پر میشد با مجموع کارهای هنری و دستاوردهایی که فاطمه جان داشتند. اجازه بده من دیگه پرچونگی نکنم، قبل از این که بریم سراغ جزئیات، یه لحظه از فاطمه جان سوال پرسم، آیا
چیزی هست که خودتونم بخواین به معرفی اضافه بکنین؟ فقط اجازه بده من باید یه لحظه آن میوتتون کنم. ممنون هدا جان از این معرفی خیلی پربار، یعنی لطف کردی به من، لطف شما هستش و امیدوارم که لایقش باشم. نه کامل بود، به هر حال کتابای من نام بردین و نشریه هم همونطور که فرمودین. خیلی سخته بر خودم معرفی کردن نشریه هم، به خاطر به همین خاطر که هر شماره یک اسم و یک تم داره و اصلا تو نمیتونی که یه معرفی خوبی ازش بکنی، ولی واقعا دوست داشتم معرفیتونو. و بله، شماره جدید در یک ویژه‌نامه ترجمه هستش از همه زبان‌ها، حالا همه زبان‌ها که خیلی اغراق، از زبان‌های مختلف به فارسی، و اسمش هم این شماره اسمش تشدیده و حالا فکر می‌کنم تا چند روز آینده منتشر بشه. به صورت رایگان هست مثل سایر شماره‌ها، آنلاین منتشر میشه. دوستان داخل ایران هم به صورت زیرزمینی میتونن پیدا کنن نسخه چاپی رو بعضی وقتا، و خب خوشحال میشم که بخونید نشریه‌مون رو. ممنون فاطمه جان، خیلی خیلی متشکرم. خب من فکر میکنم امروز برای ما میگم یه روز خاص هستش و خب ویژه برنامه امروزم به مناسبت روز جهانی زن یه تم ویژه داره. فکر میکنم خیلی از دوستان میدونن بکگراند این روز زن رو از زاویه این که خب شاید بیش از یک قرن فعالیت‌های زنان و فعالیت زنان توی کشورهای مختلف وجود داشته، دنبال حقوق برابر، حق رأی و هزاران جنبه دیگه برابری که میگشتن. اولین باری که قضیه روز زن مطرح شده تو اوایل قرن بیستم بوده، ولی هیچ وقت تاریخ فیکس براش وجود نداشته، تا زمانی که تو 1917 روسیه حق رای رو به زنان میده و 8 مارس رو به عنوان تعطیلی عمومی براشون اعلام میکنه. بعد از اون 1960 به بعده که دونه دونه کشورها میان 8 مارس رو به عنوان روز زن انتخاب میکنن و این به طور جهانی شناخته شده میشه. ما امروز کنار هم هستیم در این روز و با توجه به مناسبت امروز خیلی دوست دارم گفتگومون رو شروع بکنیم با همین بحث زن، با بحث زن در ادبیات. به جای اینکه من پرچونگی بکنم، دوست دارم فاطمه جان اگه اجازه بدین بدم بلندگو به شما بر مبنای اینکه چطور دوست داریم بحث ما جلو ببریم. من داشتم فکر میکردم مثلا میتونیم کمی راجع به ادبیات زن در ادبیات کلاسیک صحبت کنیم و بعد بیایم سراغ ادبیات مدرن، بعدم بریم سراغ سوالهایی که دوستان عزیز فرستادن و همینطور سوالهایی که مطرح میشه در طول جلسه. حتما هدی جان، این مسئله حضور زنان در ادبیات کلاسیک مسئله که شاید بد نباشه، حالا به هر حال من از جنبه ادبی مهمان شما هستم، شاعر و نویسنده هستم و بد نیست که در این روز که روز به مناسبت حالا گرامی داشته فعالیت ها یا تلاش برای حقوق زن هستش، راجع به مسئله زن در ادبیات صحبت کنیم. به هر حال به نظرم خیلی سوال جالب و خوبیه، مختص امروز میتونه باشه و من سعی میکنم که زیاد پرشونگی نکنم. بحث خیلی طولانی و مفصلی هست، مخصوصا اگه با مثال پیش بریم و بخوایم همه رو در دورهای مختلف، ولی واقعا لزومی نداره. ولی واقعا میشه حضور زنان در ادبیات کلاسیک ما رو از دو بخش، از دو نگاه بهش نگاه کرد. یکی به عنوان شاعر و نویسنده، زن به عنوان شاعر و نویسنده، یکی حضور زن به عنوان شخصیت‌های شعری، که خب همه دوستان اینجا هستن حتما بیشتر از من ادبیات کلاسیک رو خوندن و میدونن که حالا به هر حال چیزایی که من میگم شاید واقعا برشون جدید نباشه. ادبیات کلاسیک مثل الان نبوده، راوی و مؤلف یکی بودن. مثل الان خب ما توی شعرهامون شخصیت
پردازی میکنیم، راوی رو جدا میکنیم و خیلی وقتها هستش که راوی خود اون شاعر نیست. ولی خب در گذشته راوی و مؤلف یکی بودن. در نتیجه وقتی که ما شاعران مرد داشتیم و بیشتر شاعران، منظور این که در ادبیات کلاسیک ما مردها هستن یا حداقل چیزهایی که ازشون مونده شعرهای کلاسیک مرد هاست که بیشتر مونده، تعداد زنایی که شاعری که کار ازشون به جا مونده برای ما از قرنها خیلی تعدادش کمه. خب مسلمان اونها شخصیتهایی که راویهایی که داخل شعرهاشون بوده همه راویهای مرد بودن، همه خود اون شاعر بوده و خیلی نمیشه رد پای از زنان در اون پیدا کرد. ولی خب حتما شما هم خوندین که شخصیتهای زن در آثار کلاسیک مثلا در مثنوی یه سری داستان سرایی هایی داریم که شخصیت ها زن هستن، در نظامی مثلا شخصیت شیرین رو داریم، شخصیت لیلی رو داریم، از اون بهتر شخصیتی مثل شیرین رو داریم، یا از اونها قدرتمندتر میتونم گردآفرید رو در شاهنامه بگم. کلن در شاهنامه شخصیت های زنی داریم که حالا شخصیت اول اون کار نیستن، همه شخصیت های حاشیه‌ای هستن، ولی برای خودشون یک داستانی دارن و خیلی وقتها نقشی غیر از اون نقش معشوق که همیشه در ادبیات کلاسیک ما مخصوص زنها بوده. یعنی در واقع همونطور که گفتم وقتی راوی مرد بوده همیشه میمده برای یک معشوقی در حال توصیفش، در واقع شخصیت زن در بهترین حالت یک کسی بوده که بسیار دور بهش نگاه می شده، هیچ نقش فعالی نداشته، نقش منفعل داشته و در واقع اون شاعر حالا ازش تعریف می کرده یا اونو به اوج می برده یا براش رقیب، برای خودش در واقع رقیب عشقی می ساخته و هیچ حضور فعالی ندارن زنها. ولی میگم شخصیت های هم مثل گردآفرید و شیرین و لیلی و خیلی خیلی شخص تهمینه و خیلی شخصیت های دیگه هم داریم که اگرچه فرعیه هستن ولی اون نقش معشوق صرف رو ندارن. البته اینم بگم که دوستان حتما میدونن که خیلی از ادبیات کلاسیک ما اون معشوقی هم که حتی شاعر براش شعر گفته و سر تا پاشو توصیف کرده و خیلی عاشقانه بهش نگاه کرده، خیلی وقتا اون هم زن نبوده و بررسی که بکنیم حالا به هر حال اونها هم یه پسرهایی بودن که براش به عنوان معشوق قرار میگرفتن و حتی در اون جاهایی که اون جایگاه منفعل زنانه هم هست همیشه زنها نبودن. خب از این لحاظ میتونیم بگیم که در ادبیات کلاسیک ما جایگاه زنها یا کمه یا اینکه خیلی عروسکوار و منفعلانه است و هر جایی که مرد من مؤلف که مرد هست کم رنگ شده به هر حال باز زنها تونستن یه حضور بیشتری پیدا کنن. ولی خب حالا هرچی اومدیم جلوتر به ادبیات مشروطه رسیدیم، به ادبیات معاصر رسیدیم، این حضور زنها پررنگتر شده. مثلا توی ادبیات مشروطه اگه بگیم، حالا اگه بخوام از اول از ادبیات جایگاه غیر منفعل ادبیات کلاسیک مثال بزنم، من همیشه منیژه رو خیلی دوست دارم در شاهنامه. منیژه رو داریم که یه شخصیتیه که عاشق میشه، حتی گول میزنه معشوقش رو، میدزده، میاره و یه جایگاه خیلی بالایی، یعنی بالا که نمیشه گفت بالا و پایین، ولی یک جایگاه منفعل نداره در ادبیات و در واقع اون بخش عصیانگر زن که دیوونگی میکنه رو هم توی ادبیات ما، تو ادبیات کلاسیک ما داریم. یا شیرین هم همینطور که به هر حال یه شخصیت ملکه‌ای هستش و وقتی فرهاد دور عاشقش میشه منیج میکنه همه چی و وعده وعید میده به فرهاد، اون ماجرای عجیبش و زیبا با خسرو رو داره و
در واقع میخوام بگم که اینو گفتم تا این مثالا رو گفتم تا بگم که تو ادبیات کلاسیکمون هم تا یه حدی میشه یه شخصیتایی که منفعل نیستن پیدا کرد، ولی خب توی دوره مشروطه دیگه زنها مستقیما وارد شعر میشن، درباره جایگاهشون صحبت میشه، درباره ضعف‌هاشون، درباره خرافاتی که وجود داره صحبت میشه. حتی مثلا ایرج میرزا وقتی که اون زنی رو توصیف میکنه که حالا حجابش رو رعایت میکنه اما اون رو مثلا اون برخوردش رو با حجاب مورد تمسخر قرار میده و جنبه های مختلفی از وجود زن و حضورش در جامعه ما میتونیم توی ادبیات دوره مشروطه ببینیم. و خب هرچی میگم میایم توی دورای معاصر و در واقع وقتی که دیگه به فروغ میرسیم، وقتی که به پروین اعتصامی میرسیم، دیگه جایگاه زن باز حضور زن در ادبیات یه حضور متفاوتی هستش. اولا که راوی ها هم خودشون خیلی جاها زن هستن، یعنی ما در ادبیات کلاسیک حتی زنهای شاعر که داشتیم اون جرأت بیان مستقیم درباره زن رو نداشتن. خیلی وقتا باز هم اونها راوی هاشون ویژگی های مردانه داشتن، هیچ وقت نمیتونستیم بفهمیم که این زن در زندگی روزمرهش داره چیکار میکنه، چه دل مشغولی هایی داره. اونها هم خودشون رو در جایگاه اون مرد شاعر و مؤلف میذاشتن و همون چرخه رو تکرار میکردن، همون روایت ها رو. ولی خب در کارهای شاعران معاصری مثل فروغ زنها از خودشون صحبت میکنن، زنها راوی میشن، زنها انتخاب میکنن که اشتباه کنن، گناه کردم گناهی پر ز لذت. انتخاب میکنه این زن داخل شعر فروغ که گناه کنه، که اشتباه کنه و لذت ببره حتی ازش. پروین همینطور در پروین اعتصامی در خیلی از شعرهاش حضور زن رو یک حضور غیر منفعل در جامعه میاره. زنها کار مختلف، کارو که همه ما میکنیم، نمیدونم بچه‌مون رو میبریم پارک، نمیدونم خرید میکنیم، لباس میشوریم، یه سری فکرهایی داریم، یه سری نگرانیهایی داریم، ترسهایی داریم، همه اینها رو شاعران معاصر در شاعران در واقع اگه بخوام بگم بعد از فروغ در شعرهاشون ما میبینیم. و دیگه در حال حاضر هم میتونیم بگیم که شاعرها اون خطکشی هایی که در گذشته بوده، اون دیدگاه کلاسیکی که نسبت به شخصیت شعری و نسبت به روایت شعری داشتن رو دیگه ندارن. الان خیلی راحت تر درباره شاعران معاصری که الان دارن شعر میگن، خیلی راحت تر از دغدغه های روزمره میگن، از مسائلی که چه زن چه مرد، یعنی دیگه اون مرزهای جنسیتی که به اون پررنگی در قدیم بود و میتونستیم واقعا ببینیمشون دیگه انقدر پررنگ نیستن. یعنی ما هم حضور زن رو داریم، هم حضور مرد رو داریم، راوی مرد داریم، راوی زن داریم و دیگه خیلی جاها اصلا این برامون بحثی نیست، مسئله نیست، راوی میتونه زن باشه میتونه مرد باشه، چون دارن یه زندگی انسانی رو به تصویر میکشه شعر، چون داره از یه دردهای انسانی صحبت میکنه. و آره صحبتم حالا کوتاه کنم چون من یه سوالی دارین. نه به نظرم خیلی نکته خوبی رو گفتین فاطمه جان. یه چیزی که داشتم فکر میکردم این که این خطکشی ها داره شکسته میشه، ولی واقعا چقدر سخته شکستن این خطکشی ها برای زنها. وقتی شما به عنوان یک شاعر و نویسنده زن سعی میکنی خطکشی ها رو یه میلیمتر جا به جا بکنی، چقدر مصائب شما قابل مقایسه هست یا قابل مقایسه نیست با یک نویسنده و شاعر مردی که اتفاقا همون خط رو میخواد جا به جا کنه. آیا به نظر خودتون یه جا الان شرایط اونقدر برابر هست برای نویسنده‌های فضا اینطوری هستش که واقعا
نویسنده های زن اون جسارتی که به خرج میدن رو کاملا بروز بدن؟ رها جان حتما خودت میدونی توی کشورهای مختلف متفاوته، توی ادبیات کشورهای مختلف این مسئله متفاوته. مثلا شاید این چیزهایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم خیلی از همین تابوهایی که حتی ما در شعرمون میاریم توی ادبیات سایر کشورها اصلا حل شده، سالهاست که ازش گذشتن. ولی اگه بخوام درباره ادبیات فارسی اختصاصا و محیط ایران صحبت کنم، نه واقعا برابر نیست. همونطور که من وقتی کتابم رو برای اجازه نشر میفرستادم به ارشاد، این که من جنسیتم زن هست رو این که چه شعری گفتم و کدوم قسمتش باید سانسور بشه تأثیر داشت. یعنی من زن شاعر اگه بفرسته، یا حالا داستان نویسم همینطور، ولی خب تو داستان یه مقدار ساده تره رد شدن از این مرزبندی ها، ولی زن شاعر اگه بنویسه که یه زن داره سیگار میکشه این سانسور میشه، ولی شاید اگه مرد شاعر اینو بنویسه که همون زن داره سیگار میکشه این سانسور نمیشه، با اینکه خود سیگار کشیدن زن باز خودش یه مسئلهیه که قابل سانسوره. یعنی حتی این مسئله بین شاعر و مؤلف زن و مؤلف مرد متفاوته. یا من خیلی وقتا من یه کاری که کرده بودم، چون بعد از کتاب اولم و تا کتاب دومم هر چی کتاب میفرستادم بدون اینکه مثلا مشخص کنن چه قسمتایی باید حذف بشه کلن کتاب رد میشد. یعنی در واقع یه حساسیتی روی اسم من به وجود اومده بود و کتاب آشپزی هم دیگه میفرستادم رد میشد. در نتیجه یه مجموعه شعر جمع کردم و با اسم پدرم و فامیل مادرم فرستادم برای مجوز و برای خیلی عجیب بود که اون کتاب مجوز گرفت و با سانسورهای خیلی کمتری. یعنی همزمان کتاب دومم رو هم فرستاده بودم، کتاب کنار جاده فری، و اون رو هم فرستاده بودم با دوتا ناشر مختلف و شعران خب متفاوت بودن تا یه حدودی، بعضی شعرام یکسان بودن، ولی اون کتابی که با اسم پدرم بود و فامیل مادرم بسیار کمتر، خیلی کم، شاید چند مورد خیلی کم سانسور خورده بود. یعنی میخوام بگم که اون جنسیت شاعر روی اون چیزی که مینویسه خیلی تأثیر داره و حتی الان هم حالا خیلی ساله من توی جلسات شعری ایران نیستم، ولی حداقل میتونم بگم اون زمان زنی که بیاد راجع به خیلی چیزهای جزئیات یک رابطه عاشقانه صحبت کنه یا وارد یه سری موضوعات دیگه بشه، این برای اون زن تابو بزرگتری هستش، به خاطر اینکه ما خودتون میدونیم سالهاست در این جامعه سنتی مرد سالار ایرانی زندگی کردیم. و اگر مثلا همه شما مطمئنه آقایم اگه میگیم مرد سالار، اصلا هیچ اینطوری نیست که بخوایم مخالف جنس مرد باشیم، بلکه این سیستمی هستش که در جامعه داره ظلم میکنه هم به زن و هم به مرد و تقصیر نمیشه گفت فقط تقصیر مردهای جنس مرد هستش، بلکه خیلی مسئله وسیع تر هستش. ولی بله درسته حرفتون هدر جان، خیلی سخت تره و شجاعت بیشتری میطلبه، مخصوصا اگر که شاعرش توی ایران همچنان داشته باشه زندگی کنه. وقتی میای بیرون خیلی توی یه جو دیگه ای قرار میگیری که خب برای اینا خیلی چیزای ساده است و تو احساس بعد از یه مدتی احساس میکنی که این که چیز خاصی هم نیست، مثلا من که کار خاصی هم نمی کنم. ولی اون اگه تو کانسپت توی محیط ایرانی قرار بگیره خب خیلی متفاوت خواهد بود. دقیقا همطور. اتفاقا یه نکته بامزه شما گفتین راجع به قضیه حقوق زن و برابری زن و مرد،
قبل برنامه وقتی که من دو بچه فرستادیم که سوالاتونو بفرستین، یکی از دوستان یه سوال غیر ادبیاتی فرستاده بودن که انقدر انگار که مچ این حرف شماست. من احساس میکنم مثلا شما قبلا با هم حرف زدین بعد این دوست ما این سوالو فرستاده. و دقیقا جنس سوالشون اینجوری هستش که یک جامعه مرد سالار بکن اون قضیه لطمه هایی که به زن وارد میکنه رو بذاریم کنار، چه لطماتی رو میتونه اصلا به مردا وارد بکنه؟ این که شاید در لطماتی که شاید در نگاه اول به چشم نیان ولی از لحاظ جامعه شناختی موقعی که مورد تحلیل قرار میگیرن میبینیم که اتفاقا خیلی هم داره اون مردها رو تحت تاثیر قرار میده، که اگه مردهای آگاهی مثل جمعی که ما اینجا داریم که واقعا بی‌نظیر این جمع، با این سطح آگاهی میان دوشادوش زنها قرار میگیرن به خاطر اینکه خودشون این اثر رو میبینم. من فکر کنم خودم سوال کردم خودم جواب دادم. نه عالی عالی گفتی. واقعا یکی از چیزهایی که جامعه مردسالار خیلی زیاد بهش تاکید میکنه و ازش حمایت میکنه برای نگه داشتن خودش این تقابل‌های دودویی هستش. این که بگیم زن مرد، زن چی میخواد مرد چی میخواد، زن کیه مرد کیه، این تقابل‌های دودویی ساخته جامعه مردسالار هستش و روش هم تاکید میکنه. و متاسفانه بعضی از فمینیست هایی که در شاید در موج اول و در موج دوم همچنان موندن، در موج دوم فمینیست موندن، باز هم میان روی این دوگانگی ها تاکید میکنن و این دوگانگی ها به ضرر هم زن هاست و هم مرد هاست و باعث میشه که این نقش های جنسیتی متفاوت به وجود بیاد. هم از همه چیز، از کوچکترین چیزا مثلا چیزایی که 100 سال پیش براش جنگیدن و حل شده، مثلا چه میدونم حقوق برابر شغلی، امکانات شغلی و تحصیلی برابر، اینا همه در دو جنس زن و مرد قرار میگه، در صورتی که ما باید روی انسان بودن تاکید کنیم و برای حقوق انسانی تلاش کنیم. و حالا ممکنه یه سری زن باشن، یه سری بیولوژیکی مرد باشن، یه سری جندر دیگه‌ای برای خودشون انتخاب، جنسیت دیگه‌ای برای خودشون انتخاب کرده باشن و اصلا اینا هم دیگه حل میشه، مهم نیست وقتی که تأکید ما روی این دوگانه سازی های مرد و زن نباشه. الان با توجه به حالا مهاجرتی که شما داشتین از ایران به نروژ و خب واقعا کشورهای اسکاندیناوی اصلا یه دنیای دیگه ان از زاویه حقوق زن و مرد و خیلی هم جالب این رو جا انداختن و اصلا یه چیزی نیستش که احساس بکنی که فرصی وجود داره. خیلی جالب این فضا رو فراهم کردن. دور شدنتون از ایران چه اثری گذاشته روی دغدغه های شما؟ چون خیلی از کارهایی که شما دارین وقتی من میخونم اشاره داره به یه سری دردهای اجتماعی و شاید به نوعی یکی از دلایلش یک خانومی هستین که خیلی از اینها رو تجربه کردین، این میاد خودش رو نمود میده توی کارهاتون. آیا این مهاجرت شما از ایران به نروژ اثری داشته روی اینکه حالا یا یه سری دغدغه ها رو پررنگ بکنه یا یه سری دغدغه های جدید به وجود بیاره؟ چون من فکر میکنم بعضی وقتا وقتی دور میشیم تازه میتونم اوه چه چیزایی نداشتیم، یا اینکه در برابرش مثلا یه چیزای جدید دیگه ای به وجود میاد. من میخوام بدونم برای شما چطور بوده این مهاجرت؟ هر دو بخشش هست حوزه جان، چون کار هنری که من تولید میکنم سعی میکنم اینجوری نباشه که فقط بر اساس تجربه شخصیم باشه، ولی تجربه شخصیم هم یه قسمتش هست، یه قسمتش هست تجربه های دیگه ای آدم های اطراف هم سعی میکنم استفاده کنم، یه بخش دیگه‌ش هم خلاقیتی هستش که توی ذهنم میسازم، چیزی که اصلا به وجود نیومده. ولی خب میگم یه بخش از اون کار هنری که شعری که من مینویسم و اساس تجربه هستش که تجربه شخصیم و دید شخصیم نسبت به محیط اطراف هستش. خب ارتباطم رو با ایران قطع نکردم، همچنان خودم رو احساس میکنم که توی ایران زندگی میکنم، با اون مردم صحبت میکنم و سعی میکنم خودم رو در اون شرایط اونها حتی قرار بدم، حتی اگر سخت و
آزاردهنده است از لحاظ روحی، حالا جسمی که من جدا هستم، ولی و سعی میکنم همچنان اون رو بهش بپردازم توی آثارم. ولی این دیدن یه محیط، بودن در یه محیط متفاوت، داشتن تجربه های متفاوت هم این تاثیر. مثلا من قبل از این، من زمانی که تو ایران بودم واقعا نمیدونستم که زندگی به عنوان یک پناهنده چطوری خواهد بود. زندگی به عنوان یک کسی که تو آیدی کارت اون کشور رو نداری چطوری خواهد بود؟ نگاه جامعه به تو به عنوان یک خارجی چطوری خواهد بود؟ سختی هایی که تو میتونی برای ساختن یک زندگی جدید، حالا این زندگی جدید ممکن تو ایران همچنان باشی، ورشکست شده باشی، بخوای یه زندگی جدید بسازی، طلاق گرفته باشی، بخوای یه زندگی جدید بسازی، انواع مختلف داره. ولی حالا من این مدلش رو تجربه کردم که توی یه کشور جدید از صفر شروع کنی، از صفر گواهینامه رانندگی بگیری، از صفر یه زبانی رو شروع کنی، اصلا اون زبانی که مردم صحبت میکنن تو نفهمی، در محیطی باشی که هیچی نفهمی، انسانی که انگار که تازه به دنیا اومده. قرار گرفتن توی این موقعیت های جدید مسلما ایده های جدیدی رو هم به من میده. این یه بخشش هست. یه بخش دیگه هست مشکلات جامعه جدید، یعنی مشکلاتی که مردم نروژ باهاش درگیر هستن. شاید مثلا اینها مثل ما درگیر این که حجابشون رو بردارن یا بذارن نیستن، اینها درگیر این باشن که حالا 2% بیشتر این نفت برداشته بشه و استفاده بشه، یا 2% کمتر، یا گرمایش زمین براشون مهمتره. این درگیری ها و این چالش ها و این نگاه های جدیدی که میشه به زمین انداخت، به آسمون انداخت، به جامعه انداخت، به سیستم های مدیریتی کرد، اینا همش میتونه ایده باشه برای یک شاعر. و خب منم سعی کردم تا حدودی توی کارهام استفاده کنم از این ایده ها، نه اینکه خیلی شعری بگم که خیلی اختصاصی باشه برای اختصاصا جامعه نروژ و اختصاصا فقط یک نروژی بفهمه که چی میگم. همونطور که اشاره کردی سعی کردم همچنان به همون دردهای انسان مدرن بپردازم، ولی حالا گاهی اوقات یه نگاه های متفاوتی هم داخل کارها میشه. خدا جان من عذر میخوام ازت. نه فقط میخواستم الان بگم یه پنج دقیقه از خدمتتون مرخص میشم و سریع دوباره برمیگردم. بسیار عالی. ما یه 5 دقیقه کوچولو الان هم میخوام با اجازه دوستان یکی از ترانه هایی که فاطمه جان سروده بودن و شادی امینی اجرا کرده رو تو این زمان بگذاریم. فکر میکنم خیلی در حقیقت استراحت خوبی باشه برای این مقصود. به من تهران و بوی ذرت مکزیکی و غروب، تهران و چند خاطره افتضاح و خوب، تهران و خط متروی تجریش تا جنوب، این شهر خسته را به شما می سپارمش، تهران زکت کرده از هر دو پا فلن، تهران وصل پینه شده با خطوط کج، تهران تا همیشه ترافیک تا کرج، این شهر خسته را به شما می سپارم. من روزهای خونی و پر التهاب را
بلوار پر درخت ولی عصر تا ونک نوشابه های شیشه ای تخم پفک کابوس های هر شبه از درد مشترک یک روز میرسد که فراموش میشود تنهایم نشسته میان اتاقا بر 28 سالگیم جای داغ ها گریه نمی کنم همه اتفاقا یک روز میرسد که فراموش میشود من روزهای خونی و پر التهاب را من صفای سوخته انقلاب را من سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم من خشخش رفته گرم از صبح زود را سیگار بخمنا ریه یه برق دود را من هر که عاشقم شده بود و نبود را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم جا گذاشتم خب دوستان خیلی هاشون آدرس وبسایت فاطمه جان خواستم من میفرستم براتون مرجان جان نوشته بودی فقط تصویر ویدیو نیست بله این ویدیو رسما فقط یه عکسه بعد روش فقط حالا آهنگ خونده شده و فکر میکنم نمیدونم من خودم رو میشمارم و میدونم دو سه تا دیگه از دوستانم قبلا گفته بودن وقتی که این شعر تهران رو شنیده بودن گریه کرده بودن و یادم من اولین باری که شنیدم شعرخوانی خودتون رو شنیدم که خودتون گریه کردین اصلا بغض ترکوند برای من هنوزم که دارم میگم داره خود برام احساساتی میکنه ولی بی نهایت قوی بودین. چقدر ما همگی لذت بردیم. بذاریم من بفکر کنم آنیوت با بکنم. مرسی از شما و شادی امینی عزیز. و آره حالا من فکر میکنم که این کار یه ویدیو هم داره. نمیدونم حالا شما ویدیو رو پخش کردید یا فقط یه تصویر پوستر در واقع کار بود، ولی ویدیوش حالا توی وبسایت هم هست، دوستان اگه خواستن میتونن ببینن توی وبسایت خود شادی امینی و کانال تلگرام و کلا سوشال مدیای شادی امینی هم میتونن پیدا کنن که ویدیوی این کار یه سری عکسه که شادی از من خواست که از تهران بگیرم، عکسایی که از خود اون زمان تهران زندگی بودم، همچنان ایران بودم، و من رفتم توی این کوچه خیابونا، خیابون ولیعصر، از همه اینجاها عکس گرفتم براش و براش فرستادم و اون ویدیو رو در واقع با یه خودش رو کارگردان خود شادی رو تصویر شادی رو میکس میکنه توی تصویرهای تهران، ولی خب مشخصه که این آدم چسبیده به این تصویر، خودش توی اون تصویر نیست و انگار مثل یه آرزویی که دوست داره توی این تصاویر و این عکس ها و این مکان ها باشه و نیست و اون تصویرش
از وسط دو تا میشه در واقع تصویر شادی است که خان داره میخونه، از وسط دو تا میشه و حالا دوستان میتونن ببینن ویدیو. به نظر من ویدیو جالب و غمگینی هستش. بعدن که من خودم خارج شدم از ایران یه ذره خیلی غمش بیشتر شد. همون شما اون حالا نمیدونم فایل صوتی شنیدی یا تصویری هست. که من شعر رو میخونم، هر وقت این شعر رو میخوام نمیتونم تا آخرش برم. یعنی دیگه جایی که میگم که گریه نمی کنم همه اتفاقای روز میرسه، همونجا متاسفانه انقدر این بغض برای خودم شدید میشه که یه جورایی طعنه به شعر خودمه. بعد آخه یه طوری هم خب به نوعی مهاجرت شما تبعید بود که مقداری دردناکترم میکنه. یعنی گاهی فکر میکنم من خودم رو مقایسه میکنم، من فکر کردم و تصمیم گرفتم، یه زمانی به خودم دادم اینو هضم بکنم، ولی شاید در کیسی مثل شما اصلا قضیه فکر کردن تصمیم گرفتن نبوده، که خب موضوع رو سخت ترم میکنه. بچه ها همیشه اینجا ازم سوال میکنم مثلا مهاجرت چطوره، همیشه تأکید میکنم که من فرار کردم از ایران. من سال 2013 آمدم سوئد برای یک جشنواره شعری و نخواستم که بمونم. یعنی اینجا موقعیتش فراهم بود، میتونستم. اون زمانم یه پرونده‌ای داشتم باز، توی دستگیر شده بودم یک بار، ولی شرایطم میتونستم زندگی کنم همچنان در ایران. یعنی حداقل فکر میکردم که میتونم و برگشتم ایران و تقریبا 2 ماه 3 ماه بعدش دستگیر شدم و همه اون اتفاقها برام افتاد و بعد دوباره مجبور شدم فرار کنم و این دفعه حالا یه کشور کنارش. دقیقا همینطوره. بچه ها اینجا پیام داده بودن که ویدیوش عالیه، همه دارن این کامنت رو میفرستن که چقدر تاچشون کرده به قول معروف. فاطمه جان، ما صحبت کردیم راجع به بحث خط شکنی. من شخصا شما رو یکی از شاعران و نویسنده های خط شکن میدونم و حقیقتش رو بخوای من باز دارم خودم رو میگم، فکر میکنم فقط راجع به خودم نیست این چیزی که دارم میگم، چه بسا این خدشکنی به جای شما، نمیگم فقط خدشکنی، خدشکنی به جاتون بوده که چقدر منو جذب کرد. حرفایی رو گفتین که شاید بقیه جسارتش رو نداشتن بگن و این خیلی جذاب بوده. یک نکته ای که برام سوال شده این که اولا خودتون چقدر خودتون رو خدشکن میدونین و بعد این که این خدشکن بودن آیا احساس میکنین چون میاره یه جورایی شما رو روی رادار خیلی آدم ها، آیا ایجاد مسئولیت میکنه به نظرتون برای خودتون؟ والا خودت جان، این که من چقدر خودم رو، من میتونم بگم که از نظر شخصیتی مقدار حتی غیر از شعرم رو که در نظر بگیری یه مقدار آدم عصیانگری هستم. یعنی حتی از همون، شاید به خاطر کودکیم هست، به هر حال من پدرم موقعی که مادر من رو باردار بود از دنیا رفتن و ما در واقع در خونه پدر بزرگ مادر بزرگ زندگی کردیم در یه تایم 8-9 سال اول زندگی من. بعدش من و مامانم مهاجرت کردیم یه شهر دیگه و دوتایی زندگی کردیم و شاید این که مثلا ما دوتا بار زندگی رو دوش من و مامانم بود، یه بچه کوچیکی که حالا خیلی سریع وارد جامعه شد و خیلی سرتق بود، خیلی سعی میکرد که هر چیزی رو تغییر بده یا مخالفت کنه باهاش، یا مثلا به هر حال اون کنترلگری که در اینجور خانواده های تک والد هست خب روی من هم بود و من خیلی تلاش میکردم توی نوجوانیم، خیلی تلاش میکردم که از زیر این کنترلی که دارم میشم فرار کنم. یعنی توی زندگیم هم سعی کردم که اگه مامانم میگه نه تنهایی نباید بری سفر، سعی کنم با این مبارزه کنم، اگه میگه فلان با این مبارزه کنم و یه زندگی که خیلی روی خط مستقیمی باشه نداشتم. و خب این توی شعرهام هم هستش و توی زندگیم هم هست، توی شعرهام هم سعی کردم وارد کنم و
حالا نه خیلی به صورت دفتر خاطره‌ای و بلکه به صورت اینکه همطور که گفتی دیدن اجتماع و ایده گرفتن از اجتماع و حتی قرار دادن خودم تو موقعیت هایی که من خودم نیستم، شاید من اصلا سقط نکرده باشم توی زندگیم ولی شرایط یه زنی که میخواد سقط کنه و شرایطش رو نداره و براش قانونی هم حتی نیست رو میتونم ببینم و توی شعرم وارد کنم. و مسئولیت دوست ندارم اسمش رو، کلمش رو مسئولیت نامگذاری کنم، ولی یه چیزیه که تو وقتی یه حرف جدیدی رو داری میزنی یا یه حرفی که از لحاظ اجتماع قابل پذیرش نیست به هر حال و با خودت یه عده‌ای رو همراه میکنی که احتیاج هست اونها هم همراه تو تاوان بدن، تو اگه داری میگی به عنوان یک شاعر و نویسنده یه تاوانی رو برای خودت میدی، به هر حال یا کتابت سانسور میشه یا جلسه شعرت لغو میشه یا میان دستگیرت میکنن یا شکنجت میکنن، در لول های سطح های مختلفی تو این تاوان رو میدی. ولی کسایی کم که دنبالت میان و اون حرف تو رو یادشون میمونه، اونها هم زندگیشون تغییر میکنه و این تغییر کردن زندگی لزوماً به معنای اینکه ساده تر شدنش نیست، خیلی وقتا سخت‌تر میشه. درسته شاید تو بتونی یه دیدگاهی پیدا کنی که حقوقت رو بشناسی و سعی کنی برای اون بجنگی و آزادانه تر زندگی کنی، ولی این سخت‌تر میکنه زندگیت رو. آره واقعا یه بار مسئولیتی رو روی دوشت میندازه، ولی من احساس میکنم که آگاه سازی جامعه به هر شکلی که باشه، چه از طریق ادبیات باشه، چه کاری که مثلا نمیدونم من توی درمانگاه میکردم، زنی که میومد برای مشکل زنانش راجع به مسائل جنسیش هم سوال میکردم و سعی میکردم مثلا اون رو آگاه کنم نسبت به حقوقی که داره، همه اینا باعث میشه که اون افراد آگاه دنبال اون حقوق خودشون که حالا بهش آگاه شدن برن و زندگیشون تلختر بشه، سختتر بشه، بیشتر تمام بدن. ولی دیگه این به خاطر من نیست، رو من سعی میکنم سنگینیش رو روشونه هم حس نکنم. نه خیلی جالب مطرح کردیم و برام خیلی جالب بود این قضیه، این که بار مسئولیت نیست بلکه لذت اینه که من دارم کمک میکنم، تو این مسیر دارم به یه سمتی که دوست داریم این جریان بره یه قدمی برمیدارم. خیلی نگاه جالبی بود. فاطمه جان وقتی من نگاه میکنم موضوعی که شما کار میکنین، خیلی هاش موضوعات خاص و حساسن، حتی ادبیاتی که استفاده میکنین ادبیات ویژه‌ایه. به نظر من خیلی هوشمندانه است انتخاب واژه هاتون، چون اصلاً خود واژه گاهی وقتا اون معنی نداره، یه معنی دیگه میخواد بده، ولی انتخاب هوشمندانه شما میاد میشکنه که انقدر راجع به این چیزا بد فکر نکنین، انقدر بهش حساسیت بیجا نداشته باشین و این صحبت ها. اما در این حال من فکر میکنم خود این ممکنه یک فشارهایی رو برای شما به عنوان نویسنده به وجود بیاره، فشارهای از زاویه حالا انتقاداتی که وارد میشه یا مثلا فشاری که حتی شما با خودت فکر بکنی اینو بگم یا نگم، چه جوری بگم. میخوام بدونم یا بچه‌ها نمیشن یه سری حساسیت اجتماعی وجود داره، با اونا چه جوری دیل میکنی و اینکه آیا میاد اثر میذاره روی اینکه شما چه اثری رو خلق بکنین؟ خود جان واقعا تأثیر داره، همه چیز تأثیر داره برای اینکه آدم خودش رو سانسور کنه یا بقیه به هر حال، ولی خیلی باید سعی کنی، یعنی من خودم خیلی سعی کردم که این خود سانسوری رو از خودم دور کنم. یعنی حتی وقتی که توی ایران بودم، مخصوصا بعد از اینکه دستگیر شده بودم و به خاطر اون نوشتم تحت فشارهای خیلی زیادی قرار گرفته بودم، اصلا به صورت ناخودآگاه من تا یک مدت نمیتونستم بنویسم، میترسیدم این هر چیزی، اصلا اینکه به چیزهای مختلف فکر کنم نه، نوشتن برام ترسناک و یک تروما شده بود و سعی کردم حالا با این مبارزه کنم، اولش به صورت ناشناس وبلاگ بنویسم
و حالا سعی کنم دوباره برگردم به اون زمان خودم. ولی مسلماً هر چیزی که تو رو آزار بده، هر چیزی که برات یه تروما باشه، هر نظر پدر مادرت روی شعر تو این باشه که تو داری از راه به در میشی، واقعا میتونه روی کار تأثیر بذاره و یه مقدار کار شاعر سخت میشه. ولی وقتی حرفه‌ای سعی کنی نگاه کنی به قضیه، حرفه‌ای کار کنی، خودت رو در محیط قرار بدی که برات حرف مردم مهم نباشه، لایک ها و کامنت ها و چه مثبت چه منفی برات مهم نباشه، و سعی کنی راه خودت رو بری، تفکر خودت رو چی کنی، یه مقدار از اون خودسانسوری کمتر میشه. توی ایران هم که من بودم، خب به خاطر هم اجتماع، هم به خاطر تجربه های سختی که داشتم، هم به خاطر اینکه خیلی از شعرهایی که تو مینویسی مجوز نمیگیره و اصلا احساس یه جایی میرسه احساس میکنه خب من چرا بنویسم اگه وقتی قراره هیچکی نخونه، ولی من با این سعی کردم مبارزه کنم و بنویسم یعنی چیزی که میخوام رو بنویسم، حتی به این قیمت که منتشرش نکنم، حتی به این قیمت که حالا بذارم 10 سال دیگه منتشر کنم. حتی من یه سری کارهایی دارم که الان که خارج از ایران هستم مشکلی نیست دیگه، به هر حال من زندانی نمیشم، کسی در خونه رو نمیشکنه منو بگیره به خاطر اون چیزی که منتشر کردم تو اینترنت، ولی به هر حال احساس میکنم هنوز جامعه شاید اونقدر پذیرا نیست، شاید کم کم از محیط های کوچیک‌تر شروع کنم، از شب شعرهای خصوصی‌تر شروع کنم اینو بخونم و حالا بعدن. مطمئنن این مسئله خودسانسوری بر همه ما به وجود میاد، ولی خیلی سختم هست باهاش مبارزه کردن. خیلی سخته که تو اون چیزی که میخوای و بنویسی، حالا اینجوری هم نیست که همیشه بگی که آها من پس بیام همیشه یه سری کلمه ها و مسائل تابو رو بگم، و نه واقعا اون خیلی وقتا لزومی نداره که ما از یه سری کلمه های خاصی استفاده کنیم، خیلی جا لازمه و اون معنایی که میخوایم بدیم، اون تصویری که میخوایم خلق کنیم می طلبه این رو که ما استفاده کنیم از یه سری صحنه ها، از یه سری تصاویر، از یه سری حرف ها، کلمات خاص رو به کار ببریم. و خوبه که به نظر من در الان باز داره دیدگاه جامعه به شعر معاصر یه مقدار بهتر میشه. قبلا خیلی سخت تر بود، قبلا به مثلا فروغ گوشت، کلمه گوشت رو در شعرش استفاده کرده بود و اومده بودن بهش گفته بودن که تو چرا گوشت استفاده کردی، چرا تو باید کالبد استفاده کنی، مثلا حتی کلمه مثل گوشت رو بر نمیتابید جامعه. و حالا به هر حال بهتر شده و میشه و خواهد شد وقتی پافشاری کنی روی اون کارت و اون تفکرت. به هر حال این جامعه است که باید خودش رو با نویسنده ها و روشنفکر ها هماهنگ کن، چون همیشه من اعتقاد دارم نویسنده ها و روشنفکر های جامعه قدم های جلوتر از جامعه خودشون هستن، اونها نباید خودشون رو با کامنت های مردم و با نظرات اونها و با چیزایی که میخوان هماهنگ کنن، بلکه این جامعه است که باید خودش رو دنبال اونها بکشه. بسیار بسیار نکته جالبی رو گفتیم فاطمه، من فکر کنم خیلی بحث جالبی داشتیم، من که بی نهایت لذت بردم، ولی دوست دارم اگه اجازه بدین یه کوچولو بریم شعر ازتون بشنویم، بعد دوباره باز برم گردیم سراغ سوال. من انقدر سوال بچه ها برام فرستادن فکر نمی کنم برسم به همش، ولی تا اونجایی که بتونیم سعی میکنیم کاور کنیم، ولی بی تردید میدونم که همه منتظرن. اگه حالا خودتون تشخیص بدین که شعر از کارهای جدیدتون میخواییم بخونین، منتشر شده منتشر نشده، هر جوری که هر شما بفهم، اگه شعر خاصی مد نظرتون از من اول اونو بخونم و بعد حالا شعرهای دیگه هم میزن، نه هر جوری که خودتون تشخیص میدین. یه لحظه پس من یه سرچ بکنم. من یه شعر تقریبا جدیدتر میخونم که در واقع اسم کتاب جدیدم هم توی این شعر اومده، یک زن نیست اسم کتاب جدیدمه که حالا این شعر هم با همین واژه شروع میشه و یه مقدار سختی داشت این شعر در ترجمهش به نروژی، به خاطر اینکه حالا شاید جالب باشه بگم قبل خوندن،
این که حالا شما هم که با زبان انگلیسی هستین حتما درگیر این مشکلات حتما هستین، اینجا هم که زبان نروژی هست زبان خیلی جنسیت داره، یعنی ما همش در حال مشخص کردن جنسیت میز و در و دیوار و اینا هستیم و هر چیزی که میگیم باید بگیم که این زنه یا مرده یا بدون جنسیته و خیلی وحشتناکه مخصوصا برای ترجمه. و این شعر هم و خب میدونید هیوشی هم اینجا همونطور باز داره برای خودش ضمیرها جنسیت دارن و در واقع فکر میکنم یکی از خاص‌ترین زبانها زبان فارسی هستش که جنسیت نداره، ما میگیم اون اومد اون یه آدمه، نه به اعضای جنسیش اشاره نمی کنیم که حالا کی داره میاد. برای اینها وقتی من تعریف میکنم خیلی براشون عجیب و جالبه که مثلا جالب چجوری میشه اصلا، یعنی در ذهنشون نمی گنجه به خاطر اینکه زبان دیگه ای هم که دارن مثل انگلیسی و اینا بلدن همه باز این جنسیت رو دارن. و تو ترجمه شعر خیلی سخته، مخصوصا وقتی من توی شعری میام روی این خصوصیت زبان فارسی تأکید میکنم، یعنی تأکید میکنم که اون زن نیست، حالا باید اون رو انتخاب کنن که اون مرده که زن نیست یا زنه که زن نیست و همه اینا معنی رو تغییر میده. حالا این شعر رو هم میخونم، ترجمهش هم به نروژی البته خواهد اومد، ولی خب جالب بود که این ویژگی زبان فارسیمونم بگم. بخواد جامعهمون خیلی اینجوری نیست ولی زبانمون خیلی تمیز تره. زن نیست، یک بنفش یواش است و یک سکوت گوش خراش است، معجون ناامیدی و کاش است در گیجی ضمیر خداگاه. زن نیست، مرد نیست، عجیب است، یک آرزوی روی صلیب است، یک مشت سنگ داخل جیب است، افتاده یک شب از وسط ماه. زن مرد نیست، جنسیتش باد و پوستش از آهن و فولاد، ذهنش شبیه ماهی آزاد که حبس مانده داخل یک چاه. رد کرده مرزهای بدن را، جرداد پیش فرض شدن را، کوتاه کرده سایه زن را از پشت پای یک من خودخواه. قلبش شبیه مین وسط خاک، بدجور عاشق است و خطرناک، غمهاش را گذاشته در ساک، بی مقصد و مکان زده به راه، یک پرتگاه در ته دنیاست، آتش فشان داخل دریاست، یک گور دست جمعی تنهاست، یک شعر منتهی شده به آه. ممنون از شما که گوش کردید. چه چیزی خوندین برامون، اصلا بی نظیر بود. من یه سوالی دارم راجع به این کار، چون اگه اشتباه نکنم این دومین کتاب دو زبانتونه، کتاب زنده نمیمانیم تصحیح کنیم من اگه اشتباه میکنم، فکر میکنم اون ترجمه شعر بود، ولی این یکی کارتون یه ذره فرق داره تا جایی که من متوجه شدم. این رو آیا این هم دقیقاً هم به همون روال ترجمه است، یا اینکه انگار که دوباره نویسی به زبان نروژی؟ این چطوریه؟ این درسته روند ترجمه متفاوت. دو تا کتاب‌های دو زبانه نروژی فارسی هستن که شعرها رو من به فارسی نوشتم و در واقع کتاب اولم رو شعرهایی که به فارسی نوشته بودم دادم به مترجم، مترجم برگردوند به من و خب منم به زبان نروژی خیلی تسلط نداشتم و به هر حال الان مثلا یه چیزایی متوجه میشم که مثلا یه جایی بهتر بود یه چیز دیگه باشه ترجمه خیلی، ولی روند ترجمه در واقع بازسرایی هست این دفعه، خیلی متفاوت تر هست. اینطوریه که
من و یک مترجم فارسی به نروژی و دو تا ادیتور میشینیم دور یه میز و راجع به هر شعر و هر خط شعر با همدیگه صحبت میکنیم. و خیلی جاها هستش که مثلا اون چیزی که من در زبان فارسی گفتم در اون زبان نروژی اون بار رو نداره. مثلا گاهی اوقات من یه استفادهی کردم برای شکستن یک تابو در اینجا، در صورتی که اونجا اون تابو نیست، در نتیجه یه چیز خیلی معمولیه، در نتیجه یه خط معمولی شعر میشه. در نتیجه اونا به من میگن که مثلا میشه روی این شعر کار کنی، میشه مثلا این خط رو برای اینکه این حس رو بده ما اینطوری ترجمه کنیم، یه تغییرهای تو ترجمه، یه مثلا نزدیک کردن به زبان نروژی. در واقع هم من خیلی جاها با اونها هماهنگ میشم و شعر فارسی رو یه مقداری به نفع این که حالا توی ترجمه چه تغییری بکنه گاهی اوقات تغییر میدم، بعضی پیش، خیلی کم. و خیلی جاها اونها سعی میکنن اون چیزی که اون معنایی که من توی شعرم آوردم و اون منظوری که داشتم در واقع بیشتر از اون خط لاین تصویری، بیشتر از اون رو سعی میکنم در فرهنگ خودشون و در زبان خودشون برگردونن و همچنان اون شاعرانگی رو حفظ کنن. برای همین حالا یه مقدار روندش متفاوته و امیدوارم که نتیجهش هم بهتر باشه، یعنی از کتاب اولم. هرچند که من از کتاب اولم با توجه به این که یه آدم جدید و کاملا یه شاعری که فکر کنم مثلا کتاب اولش رو چاپ میکنه بودم، راضی هستم با توجه به همه این که خب شعر دو زبانه است، زبان اصلی نیست و اینا، ترجمه است، بازم خیلی بد نبود واقعا تجربه. بله، خیلی خیلی جالب. من فکر کنم ما بیشتر از یک ساعته که بودیم توی جمع، برای اینکه دوستان بتونن پاشن یه آبی بخورن یا اینکه حالا برگردن یه ذره تجدقه بابا کن. من بیشتر راستش نگران شما هم فاطمه جان، هی داریم سوال میپرسیم، هی شما رو به حرف میگیریم. میتونیم یه 5 دقیقه استراحت بدیم؟ منم تو این از این فاصله استفاده میکنم، چون دوستان فکر میکنم معمولا حالا روال چیز این هستش که یا میکروفونا هدفونا بازه و اینها. یکی دیگه از ترانه های شما رو توی همین فضا تو این فاصله پخش میکنیم، میریم یه استراحت هم میکنیم، پاشیم یه آبی بخوریم و برگردیم و دوباره به بحثمون ادامه بدیم. من در خدمتتون هستم. بسیار عالی. منم یه بار زنم ما کشتنش با تیر، مثل پدر خانده گریه بی صدا کردم، دلم میخواست بمیرم رو پیرهن خونیش، ولی نشستم و تو شک فقط نگاه کردم. منم یه بار جلوم به سرم تجاوز شد، مثل ممنتو فقط اون سکانس تو سرم، دلم میخواست یه چاقو تو بیزه هاش بزنم، دلم میخواد که همین آرزوی آخرمه. منم یه مدتی راننده یه تاکسی بودم مثل رابرت دنیرو، زندگی سک بود، خیابونا مثل چاهای فاضلاب شدن، دیدم نمیشه ندید و بیرنگ بود. دلم میخواست یه جور مثل مسیح بشم که درد این دلا رو چاره کنم، دلم میخواست Thank you.
منم یه بار چاقو گذاشتم تو جیبم که پوست کل این شهر رو تیکه پاره کنم. دلم میخواد در هر صورت باید این شهر رو تمیز کرد، چون دیگه شده یه فازلا به روباز، میدونین پر از کثافت و جنایت. من که باید دیگه نمیتونم تحملش کنم. هر کس که رئیس جمهور بشه باید اینجا رو واقعا تمیز کنم. نظر رو میفهمید؟ به نظر من رئیس جمهور باید تمام این کثافت رو تمیز کنه. باید با فشار بفرسته اونا رو توی توالت. ببین سیاه تش مثل آخر فیلم هست، تو سرم یه خیابونه که پر فلشه. ببین دنیا، ببین شبیه تو مال تمومی دنیا. باید یکی بالاخره این سیبونو بکشه. بسیار بسیار عالی. من دوست دارم راستش از فاطمه جان بخوام باز برامون شعر بخونه، چون اینقدر ما لذت بردیم که فاطمه جان تو این فاصله چند دقیقه ای ما از بچه ها هم تو کانال تلگرام داریم، همین هم که توی چت هی برای من زدن که بیشتر بخواین شعر بخونن و این صحبت ها. و تو همین فاصله هم اتفاقا از استادای خیلی خوبی که ما توی استرالیا داریم، خانم دکتر زهرا طاهری استاد دانشگاه کمبرا هستن، تخصصشون روی ادبیات فارسیه و غنیمتیه. میدونی مثلا من نگاه میکنم توی این جمع یه عالمه دکتر مهندس دارم، میدونم از اونجایی که میتونی کاملا قابل انتظاره دیگه، ایرانیای خارج از ایران همه دکترا دارن. بعد ولی یک نفری که دکترای ادبیات داشته باشه در خارج از ایران دیگه اصلا یه جایگاه ویژه‌ای داره. ما خیلی خوشحالیم که ایشون هم امشب به جمع ما پیوستن. اگر که اجازه بدیم، من راستش میخواستم ازتون خواهش کنم
بازم برای ما شعر بخونین. من داشتم میخواستم بزنم به عهده خودتون انتخاب بکنین، یا اینکه یه شعر قشنگی رو فکر میکنم اخیراً هم توی اینستاگرامتون گذاشته بودین که تاریک بود و چشمهایش خیره به من بود، اگه دوست داشتین اونو بخونین، اگه خودتون دوست داشتین شعر دیگه بخونین. حتما من دو تا شعر پشت سر هم بخونم، میتونم یه دونه اونو بخونم یه دونه پیداش کنم. یه دونه هم شعر آه فاطمه رو میخونم و آره همینو میخونم اول. بسیار عالی. تاریک بود و چشمهایش خیره به من بود، چیزی نمی دیدم از آن تن، مرد یا زن بود. آمد جلو، پک زد به سیگار و مرا بوسید، چسباند پشتم را به دیوار و مرا بوسید. انگشت هایم در فشار دست هایش بود، چشمم پی یک در ته بن‌بست هایش بود. تند و هراسان می دوید از لحظه اکنون، قلبم شبیه مجرمی ترسید از قانون. دیوارهایم ریختند آوار شد در من، آن آدم دیوانه تر بیدار شد در من. از جسمم و از این جهان انداخت بیرونم، انگار سم تزریق شد در گردش خونم. در انتظار حرف هایی که نزد بودم، بوسیدمش با هر زبانی که بلد بودم. از عشق گفتم گرچه خود را در خطر دیدم، چسباندمش به سینه ام به ترس و تردیدم. تاریک بود و چشم هایش خیره به من بود، مثل خودم غمگین و وحشی بود. او زن بود، زن بود مثل عشق خاموش عزاداران، زن بود مثل بوسه ای ممنوع در باران. فهمیده بودیم آخر این عشق رسواییست، پایان تنهایی ما آغاز تنهاییست. روحی که آزاده است از زندان نمی ترسد، گنجشک عاشق از شب طوفان نمی ترسد. ما تشنه موجیم از دریا نمی ترسیم، تا پیش هم هستیم از دنیا نمی ترسیم. تاریک بود و سایه هایی بی وطن بودیم، ما زخم هایی مشترک بودیم، زن بودیم. تاریک بود و عشق او در حال جادو بود، و صبح من دیگر نبودم، تا ابد او بود. مرسی که گوش کردید. بسیار بسیار مرکه. پس میکنم. مرسی. الان این شعر دوم هم زحمتش رو میکشیم. چشم. با جیغ بی صدای کسی توی خواب ها، من سال هاست قاطی این اضطراب ها. چیزی نگو، نخواه، نپرس از جواب ها، نگذار دستشان برسد به کتاب ها. دارند میبرند مرا، آه فاطمه. این سایه های رد شده از کوچه کیستند؟ دنبال اسم کوچک کی توی لیستند؟ لطفاً بگو که منتظر من نیستند، اینها که محرم تو این خانه نیستند. دارند میبرند مرا، آه فاطمه. از لابلای چادر مادر، کت پدر، از عکس های بچگیم، چشم های تر، از خاطرات در بغلت گیج قوته ور، هی می کشند پیرهنم را به سمت در.
دارند میبرند مرا. آه فاطمه، نگذار حس کنند تو و ترس توت را، نگذار بشنوند صدا یا که بوت را، نگذار بغض پر کند از غم گلوت را، از من نخواه خواب نبینم سقوط را. دارند میبرند مرا آه فاطمه، در گریه مثل ماهی گیجی شناوری، آشفت موی وحشیت از زیر روسری. یک لحظه بیست، تکان نخور، میخواهم در ذهنم حفظت کنم، میدانم میآیی و یک روز از این شکنجه مرا در میآوری. دارند میبرند مرا آه فاطمه، از روزهای دلهره در انتظارمی، مثل دو چشم خیره به در بیقرارمی، زنجیر موی بافته راه فرارمی، حس می کنم همیشه تر از هر کنارمی. دارند می برند مرا آه فاطمه. بسیار بسیار زیبا. آه فاطمه، واقعا کولاک کردی. خیلی خیلی زیبا بود. چقدر رو هممون اثر گذاشت. من راستش اگه اجازه بدین میخوام یه کوچولو از این فضای معرکه خارجتون کنم، یه چند تا سوال از فاطمه جان بپرسم، بعد دوباره برگردیم و از فاطمه جان بخوایم که بازم ما رو مهمان بکنه به چند تا شعر دیگه. فاطمه جان، یکی از چیزایی که صحبتش رو کردیم قضیه همین خط شکنی بود و موضوع این استش که مثلا من وقتی نگاه میکنم شما شخصا یه سری مثلا انتقادها بهتون مردم میگرفتن، کما اینکه به نظر من بی‌معنی، خیلی هاش هم بی ربطه دیگه. تو سوشال مدیا شما یه کسی هستی که 128,000 تا فالوئر داری، از بین این 128,000 تا فالوئر یا لمه از این آدما کاملا مشخصه که بی ربطن و حالا با پرپس دیگه اصلا دارن فالو میکنن، ولی به دلیل اون حساسیت های اجتماعی که صحبتش رو کردیم خیلی هم میان انتقاد میکنن شما به عنوان یک خانم چرا فلان شعرت اروتیکه. حالا اصلا اینکه آیا اون اروتیک هست یا نیست یه صحبت دیگه است، ولی من میخوام بدونم از نگاه خودتون آیا این حساسیت روی اروتیک بودن کارهای مدرن همون قدری هستش که قبلا هم تو کار کلاسیک داشتیم؟ من وقتی کلاسیک میخونم اش داره راجب لب یار و آغوش و این صحبت ها بهش پرداخته میشه و برام سواله که آیا این حساسیت به دلیل خاصی روی کارهای مدرن بیشتره یا اینکه اصلا من اشتباه میکنم که روی کارهای مدرن بیشتره؟ خیلی سوال خوبی پرسیدی خدا جان واقعا و جای خوبی هست برای جواب دادن به نظرم. حرفت خیلی درسته، یعنی شعرهای کلاسیک ما خیلی بار اروتیک قوی تری از شعرهای مدرن ما دارن. میشه براش چند تا علت تصور کرد. یکی اینه که ما عادت کردیم به شعرهای کلاسیک خوندن و برامون دیگه مثلا اون بار اروتیکی که حالا ممکنه تو شعر مدرن تو چشمون بره برای اون نه، انقدر خوندیم، انقدر مثلا یه بچه‌ای که یه فوشی رو تو خونه هر روز روزی 100 بار بشنوه یه جای دیگه بشنوه، دیگه اون براش اصلا اون معنی رو نداره، اصلا یه چیز خیلی طبیعی شده. یکی از علتاش به نظرم این میتونه باشه. یکی دیگه اینه که خیلی ها شعرهای کلاسیک رو نخوندن اصلا. خیلی کسایی که میان میگن مثلا چرا این کلمه رو استفاده کردی، چرا این حرف رو زدی، چرا این واژه رو آوردی، اصلا کلاسیک رو نخوندم. من یادمه یه خاطر یادم اومد توی جلسه شعری بودیم، دکتر موسوی یه شعر خوندن که توش کلمه خر داشت، بعد یکی از بزرگای اون جلسه و اینا اومد گفتش که وای چرا شما توهین میکنی به شعر، چرا مثلا کلمه ای آوردی که ساحت مقدس شعر رو خدشه‌دار کردی و اینا.
و اونجا دکتر موسوی گفتش که خب ما توی شعر کلاسیکمون هم خیلی خر داریم، کلمه خر داریم، اینجوری نیست که من آورده باشم. نه نه ما اصلا هیچ وقت از این. و دکتر موسوی گفتش که بار گاوان و خران بار بردار به زاده میان مردم آزار. و دقیقا همونجا هم نه تنها خر داریم بلکه گاو هم داریم. و اون و اون آدم ساکت شد دیگه تا آخر جلسه. و میخوام بگم که یعنی خیلی از کسایی که راجع به مقایسه شعر مدرن و فارسی میگن که آها ما الان شعرهای مدرن خیلی اروتیک هستش، اصلا شعرهای کلاسیک رو با اون دقت نخوندن، یا اصلا نخوندن، یا اصلا اون خیلی براشون طبیعی شده، اصلا به این فکر نکردن که این تصویر یه تصویر اروتیک هستش، یا این کلمه یه کلمه مثلا به ذهن خودشون بد هست تو این کلمه، فحشه که تو این خر رو استفاده کردی. یکی دیگه هم اینه که توی شعرهای کلاسیک استفاده‌ای که می شده از حالا یه بار اروتیکی، یا این همونجور که خودت گفتی خیلی توصیفی بوده، یعنی همیشه یه معشوقی بوده، حالا چه زن چه مرد، و شاعر داشته اون رو تصویر میکرد، توصیف میکرده، چه لبی، چه چشمی، چه پستانی، چقدر تو خوبی، چقدر من ازت تحریک میشم، چقدر من دوست دارم هی با تو باشم، اینها. ولی توی شعر مدرن ما فقط توصیف معشوق نداریم، ما از کلمات استفاده میکنیم تا یک واقعه رو خیلی وقتا توصیف کنیم. مثلا من ممکنه توی شعرم یک صحنه تجاوز رو توصیف کنم و حالا از یه سری کلمات استفاده کنم، از یه تصویری که داره یه اتفاق مثلا جنسی میفته استفاده کنم، و این دیگه لزوماً خیلی چیز عاشقانه نیست، خیلی چیز مهربونی نیست، تحریک کننده نیست. شاید از یه سری کلمه ها استفاده شده باشه، شاید یه تصویر، حالا من نمیگم اروتیک، ولی یه تصویر جنسی توی اون بخش از شعر داده باشه، اما این دیگه با اون چیزی کلاسیکی که مخاطب میخونده خیلی فرق داره. و خب مسلما اون خیلی چیز خوب و شاد و مثبتی بوده، و اینجا خب اصلا اینطوری نیست و در نتیجه تو ذوقش میخوره و شاید دوست نداره همچین چیزی، براش خیلی جدیده، براش خیلی عجیب غریبه، دوست نداره همچین حالتی رو با این کلمات اینجا ببینه، اون تصورش به هم میخوره. و یه علتی که باهاش مخالفت میشه خیلی وقتا این هستش. و خب خیلی وقتا هم یه سر قرض ورزی ها هستش، یعنی من تو شعرم اصلا هیچ صحنه جنسی رو استفاده نکردم، مثلا کلمه پریود رو آوردم. واقعا کلمه پریود یا مثلا یه اندام جنسی زن اگه باشه، وقتی تو داری راجع به یه چیز دیگه، یه مفهوم دیگه صحبت میکنی، اصلا اون اروتیک نیست، یه کلمه است. مثلا ما تو کتابامون راجع به اندام تناسلی زن و مرد میخوندیم، راجع به این که چطوری تولید مثل صورت میگیره میخوندیم، ولی هیچ کس در کلاس تحریک نمیشد، خودارضایی هم نمیکرد، براش چیز عجیبی حتی نبود، چون که ما اون باف در یه بافت متفاوت، صرفاً کلمات نمیتونن یه بار اروتیک بدن به یک تکست، به یک نوشته، بلکه اون مفهومی که تو داری میگی باید اون بار رو براش بیاره. و خب میگم یه سری از چیزایی هم که انتقاداتی که میشه در این راستا هستش، ولی اینم هستش که من اصلا برام مسئله نیستش که در شعرم حتی صحنه اروتیک داشته باشم، همونطور که اگر لازم باشه، اگر به طلبه، اگر اون بخش از شعر این رو مثلا براش زیباتر کنه، خب چرا که نه، حتی صحنه اروتیک هم آدم استفاده میکنه، شاعر استفاده، خط و مرزی برای خودم نمیکشم که حالا آره مثلا پس استفاده نکنم این کلمه رو، یا استفاده بکنم به خاطر اینکه مثلا یه توجهی جلب کنم. نه، بستگی به موضوع داره، بستگی به اون تمی داره که توی اون شعر داره استفاده میشه. درسته. بچه ها الان اینجا پیامی داده بودن که آره مثلا از جمله مثالایی که حالا مطرح کردن، مثلا هفت پیکر خیلی اروتیکه، که مثال زدن که از چیزهایی که خوندن و واقعا با این تفسیر که توضیح که شما دادین، الان یه نمونه که مطرح کردن.
من فکر میکنم خیلی از سوالایی که گرفته بودم از دوستان رو سعی کردم با هم ادغامشون بکنم، ولی با این وجود همچنان چند تا سوال دیگه ای که خیلی دوست دارم بپرسم ازتون رو داریم، ولی در این حال میخوام زمان رو هم در نظر بگیرم که باز یه چند تا شعر ناب دیگه بشنویم. اگه اجازه بدیم من یکی دو سوال یه چیز دیگر مطرح بکنیم با هم، بعد دوباره بریم شعرهای قشنگ بشنویم و بعد باقی برنامه رو ادامه بدیم. یه نکته که فکر میکنم خیلی جذاب بوده توی کارهای شما انتخاب حتی اسمهای کاراتونه، این نوآوری که من حتی نگاه میکنم طراحی صفحه‌ای که روی بعضی کتاباتون داشتین، نوع طراحی صفحه‌اش هم فرق داره با کتابای داستان دیگه‌ای که منتشر شده، کتاب‌های شعر دیگه‌ای که منتشر شده. دوست دارم یه کوچولو این موضوع رو با هم در حقیقت به گفتگو بگذاریم. برای مثال یک اون مجموعه شعرتون یادم رفت، یک بحث فمینیستی قبل پختن سیب زمینی ها، این معرکه است این عنوان این کتاب. دوست دارم بدونم شما پس ذهنتون چی بود، اگه اشکال نداره یه ذره توضیح بدین برای ما چه جور موتیویشنی داشتین برای این عنوانی که برای این کتاب گذاشتین. بازو جان اون کتاب، آره اولین کتاب مجموعه شعری هم بود که منتشر کردم، اسم اون کتاب در واقع وضعیت همه ای ماست، وضعیت ما زن مخصوصا در محیط ایرانی. حالا هم برمیگرم به صحبت اولم که شاید تو هر جامعه ای شرایط وقتی فرق میکنه خیلی چیزا بعد از اون متفاوت میشه، ولی تو شرایط تو زندگی ایرانی تو جامعه ایرانی اون اسم مثل انگار که مثلا تو یه تفکری داری، یه ایده هایی داری، یه مشغولیت های ذهنی داری، ولی در این حال تو یه نقش خاصی هم توی اجتماع داری، تو باید در نهایت توی اون آشپزخونه باشی و سیب زمینیاتو پوست کنی، پوست بگیری و غذاتو بپزی، هرچند که تو توی فکرت ممکنه هزاران دل مشغولی دیگه داشته باشی و درباره اونها فکر کنی و حس کنی که میتونی یه نقش پررنگ تری در جامعه داشته باشی. و شعرهای اون کتابم، حالا میگم اون سال 88 خیلی سال پیش منتشر شده و شعرهام مربوط به قبل‌تر از اونه و اون زمانم من به هر حال تو جامعه ایرانی بودم و شعرهای اون کتاب هم در همین راستا هستش، شخصیت هایی داره که خیلی وقتا در جامعه یک رولی رو دارن، در جامعه یک کار رو میکنن و تفکراتشون ممکنه که یه جور دیگه باشه، یه آرزوهای دیگه ای در سر داشته باشن، یه آینده دیگه ای برای خودشون متصور باشن، ولی حبس شدن در اون شرایطی که هستن و خیلی هم باهاش خیلی وقتا باهاش میسازن و راه میان و همون رو ادامه میدن در کل زندگیشون. بسیار عالی. من راجع به این کتاب صحبت کردیم، برای دوستانمون یه مژده بدم که این کتاب توی سایت فاطمه جان قابل دسترس هستش. من واقعا پیشنهاد میکنم برین این کتاب رو ببینین توی سایت، ایشون لطف کردن و کتاب رو گذاشتن توی سایت. از چیزایی که برای من خیلی جذاب بود، ببین بعضی واژه هایی که انتظار نداریم توی شعر ببینیم، قرمه سبزی، اگر یک شاعری اونقدر هنرمنده که میتونه قرمه سبزی رو توی شعر بیاره و شعریت اون رو خراب نکنه، دیگه در نظر بگیریم به کجا داریم میریم. و اتفاقا چقدر به جا اون اومده در همین، در راستای همین صحبتی که کردیم، یعنی وقتی خط شعری کتاب رو میرین تمام این نگرشی که پشتش هست رو از تک تک شعرها میتونیم بگیریم. من واقعا توصیه میکنم دوستان یه نگاهی به اون بندازن. صحبت کردیم از نوآوری عنوان‌های کتاب. شما سه تا کتاب دارین، بوت بزرگ که
مجموعه شعر بود، تبر که مجموعه داستان کوتاه. ما اینجا یک عالمه داستان نویس داریم توی گروه و چقدر داستانهای کتاب تبر قشنگ هستند. اگه اشتباه نکنم یکی از کارهایی که در حال انجام، نمیدونم ابیه یا ابراهیم، درست میگم؟ ابی ولی همون شخصیت در واقع ابراهیمه دیگه که به ابی. این خیلی جالبه، حتی از این من فکر میکنم این رو شاید نمیدونم دوست داشته باشین بگین نگاهش رو، یا اینکه بسپرین به خواننده های آثارتون که برن این ستا رو بخونن و بعد فکر بکنن که چرا اسم اینا این شده، ولی خیلی جالبه. و یه مژده هم به دوستان بدم، اونایی که داستان دوست هستن، کتاب ابی در راهه، مجموعه داستان. درسته، مجموعه داستان ابی خیلی هم خیلی مدت طولانی هم هستش که آماده شده، ولی من هی وقت نمی کنم که این رو منتشر کنم، ولی حتما سعی می کنم که در سال جدید، حداقل در سال جدید بعد از نوروزمون منتشر بشه. و آره، یه مجموعه داستان هست که در واقع با تبر، با بوت بزرگ و تبر یه سگانه رو می سازن که حالا دوست ندارم لینکاشو بگم، خیلی هم رو نیست اینطوری که مثلا یه نفر سه تا کتاب بخونه و دقیقاً در لحظه متوجه بشه که این، ولی یه تفکری قبل از همون موقعی که بوت بزرگ رو منتشر کردم برای این سه تا کتاب وجود داشتش و امیدوارم که راضی باشن دوستانم. ممنون. من دوست دارم یه کتاب دیگه تونم راجبش صحبت بکنیم، چون خیلی این کتاب خواسته. اون یکی رو که صحبت کردیم، اون عنوانش اصلا دنیا بود. این کتاب برای من جز جذاب‌ترین ها بود، کتاب نزدیکی، به دلیل اینکه این پلی ژانری که حالا برای دوستان، این کتابی که اصلا نمیتونه چاپ بشه، کتابی هست که شما باید الکترونیکی بخونیدش، چون هایپر تکست توش لینک داره، یه جایی باید بچرخونین، یه جایی باید بزنین برین یه لینکی رو ببینین، و این رو اگر شما فقط متنش رو بخونین میگیرین مجموعه رو، ولی در این حال یه دنیای دیگه رو تجربه میکنین اگه واقعا کل مسیری که نویسنده این کتاب گذاشته رو با همون مدیوم های مختلفی که توش هست بیاین تجربه بکنین. فاطمه جان، من فکر میکنم این تنها کتاب فارسی هستش که پلی ژانر، یا حداقل من ندیدم، اگر اشتباه میکنم شاید دوستان بدونن و اصلاح بکنن. توی کتابای فارسی، کتاب قبل از من کتابای هایپر تکست داشتیم که آقای فرهاد گوران یه کتاب هایپر تکست میدونم که کار کرده بودن، ولی اون فقط نوشته بود، فقط تکست بود، یعنی ژانرهای مختلف رو شامل نشد فکر میکنم. و بعد از منم توی باز نویسنده ها آقای فرید احمدنژاد دیدم که یک کتابی منتشر کردن که اون بازی ها رو داره و پلی ژانری که در واقع مثلا مقاله است، شعر، داستان خیلی متفاوته، ولی باز هایپر تکست نیست و بعد از منم منتشر کردن. ولی میگم اولین کتاب، شاید بتونیم بگیم توی ایرانی، توی خارجی مطمئنم که نمونه هایی داشته، ولی توی ایرانی شاید این تلفیق هم هایپر تکست و هم پلی ژانریک شاید تنها کتاب باشه که بعد چه آیا دلیل خاصی داشت شما این سبک رو براش انتخاب کردین؟ بله، ببین، من ایده های مختلف، محتوای مختلفی که تو ذهنم میاد و هر چیزی که میخوام یه خلقی بکنم باهاش، اولین چیز فکر میکنم که آیا چه مدیومی برای اون مناسب تره، آیا بهتره که بنویسم که حالا باز نوشتن شعر باشه، داستان باشه، مقاله باشه، چیزای مختلفی، ژانرهای مختلفی داره، یا اینکه نقاشیشو بکشم. اصلا شاید یه ایده‌ای باشه که توی یک کار نقاشی بهتر جواب بده، یا اینکه یک کانسپچوال آرت درست کنم. اتفاقا یه نمایشگاهی از من توی همین نروژ در ماه دیگه شروع میشه و به مدت یک ماه هست، یک کار کانسپچوال آرت و در واقع
تلفیق نقاشی و کانسپچوال آرت هستش که کاش شما نروژ بودین دور هم جمع می‌شدیم به همین بهانه هم که شده، یا اینکه از اون ایده مثلا یه فیلمی بسازم که من چند تا فیلم مستند ساختم، چند تا فیلم کوتاه و بلند مستند ساختم. این و این همه اینها انتخاب این مدیوم ها بستگی به اون ایده ای داره که اول به ذهن من میرسه. و اینکه مثلا به نظر من اینکه نویسنده همون اول بگه خب من قالبمو انتخاب کردم، مدیوممو انتخاب کردم و میخوام یه چیزی بگم، خیلی کار حرفه‌ای نیستش. بهتره که آدم اول اون چیزی که میخواد بگه رو ببینه که با چه بیانی مناسب تر در میاد و بهترین بیان رو برای اون انتخاب کنه و حالا بره. و حالا این کتاب رو هم که شما دیدین و هایپر تکست هستش توش، ویدیو و پولیژان هست توش، ویدیو داره، از ویدیو استفاده کردم، از صدا استفاده کردم، از تکست استفاده کردم، داستان اومده، شعر اومده، اینا همه در تلفیق و در هماهنگی با اون محتوای هستش. در واقع محتوا یک آدمی هست، یه شاعری هست از صبح که بلند میشه تا شب که میخوابه و تمام این فکرهایی که توی سرش هست، تمام این ایده هایی که داره، نظراتی که راجع به جهان داره، چیزهایی که میبینه، چیزهایی که مشغولش میکنه، غذایی که میخوره، چایی که میخوره، ایمیل هایی که براش میاد که باید جواب بده، همه اینا رو اگر من میخواستم به صورت یه شعر در بیارم یا به صورت یه داستان مثلا یه رمان معمولی مینوشتم میشد، ولی سطرهای از اون حذف میشد، اتفاقاتی از اون حذف میشد و نمیتونست اونقدری که به طور کامل و اونجوری که خواستم من توی این کار آوردم نمود پیدا کنه. و یه چیز دیگه هم هستش که من این کار رو تجربه کردم و دیگه تجربه نخواهم کرد، به خاطر اینکه این کار به عنوان یک ایده است که باید یک بار انجام بشه و اینطوری نیست که حالا من ببینم. من مثلا بازخوردهای خیلی خوبی هم گرفتم واقعا از این کتاب و خیلی استقبال شد از این مدل کتاب، با اینکه خب به هر حال خیلی ساده نیست که تو وقتی یه خطی رو میخونی 100 جا رو هی کلیک کنی، صفحه های مختلف باز بشه و مجبور شی چیزای مختلفی رو همزمان باهاش بخونی. ولی دیگه این کار تکرار نخواهم کرد، به خاطر که اینجوری نیستش که یه سوراخ‌ها یاد گرفته باشم حالا بخوام از اون استفاده کنم واسه هر چیزی که میخوام به مخاطب ارائه بدم. و باز برای این کتاب هم حتی باز محدودیت هایی داشتم. مثلا به هر حال ما تو جامعه ایرانی هستیم و اینترنتمون یه محدودیت هایی داره، مخاطبمون یه محدودیت هایی داره و من مجبور بودم به هر حال باز اینو توی قالب PDF ارائه کنم، حتی اگر لینک داره، حتی اگر ویدیو داره، به خاطر حجم بالا شدن حجمش مواظب باشم که مثلا مخاطبی که تو ایران این سایت رو بتونه باز کنه، فیلتر نباشه. شاید اگر من مثلا مثل نسل بیت که ایده‌ای داشتن که مثلا چمم شعرشون رو روی کاغذ بذر می نوشتن و مثلا براتیگان که شعرهاش رو روی کاغذ فروش بذر می نویسه و به مردم می فروشه، شاید من اگه می تونستم از یه سری امکانات دیگه هم استفاده کنم مثلا از اونم می تونستم استفاده کنم، ولی به هر حال این محدودیت ها همیشه هست و باید باش بازی کنی و بسازی یه جورایی. و میگم و باز هم توی حتی این کتاب هم باز هم یه سری محدودیت ها بوده برای من. نه خیلی خیلی جالب بود، من واقعا پیشنهاد میکنم که دوباره دوستای نگاهی بندازن. اگه اجازه بدیم من خیلی دوست دارم باز ازتون شعر بشنویم. حتما باز با انتخاب خودتون اگه اشکالی نداره. گفتی قرمه سبزی، من خواستم همون شعر قرمه سبزی رو بخونم. اسم شعر هست زیر درخت گلابی. زیر درخت گلابی، اپیزود 1. بساط سبزی توی حیات زیر درخت. 2. سرور خانم و چند تا زن خوشبخت
سرور خانم و یک مشت حرف اقدارش از عشق و عقد و عروسی و مجلس پاتخت، سرور خانم و بند دکلته سبزی که گیر کرده به یک چیز زنده سرسخت، بساط سبزی توی حیات دلگیر سرور خانم. سه، میدونم آخرش میره، یه عمر پاش بشینی تلف بشی بپکی، یه هو بلندشی ببینی دلش یه جا گیره. سکوت معصومه در صدای چک چک آب میان حوض، دو چشم به هیچی خیره. اپیزود 4. بساط سبزی با لکه های مختصری که پاک می شود آهسته توی مغز زری، نفس نفس مردن زیر دمکشی نمدار، فرار از خفگی اتاق شش نفری، خیال دور پریدن سبک شدن از هر زری و در شکمش باز چیز زنده تری. 5. بساط سبزی روی دوتا مجله مد، خطوط بسته دنیا که تنگ تر می شد، بهار و قرص جلوگیری از خودش تا کی، کنار گریه بی ربط قبل هر پریود، کنار پنجره باز و عشق دزدکیش، بهار گم شده در نامه های زیر کمد. 6. صدای باران که می خورد به یک دیوار، صدای گریه تو زیر گرمی سشوار، نمی توانی در رفتن از اتاقت را، دلت گرفته از این لحظه ها سراغت را. سرور خانم پوکی میان درد سرت، شبیه ماتی تصویرهای دور و برت، دلکه قرمز دستمال ماتیکی، خیال دور شدنهای بعد نزدیکی و دست و پا زدن بی خود جنین زری. نمی شود بپری، نه نمی شود بپری، گرفته پایت را دستهای توی لجن، گرفته زندگیت را به چسب و حرف نزن. 7. و قرم سبزی مثل همیشه جا افتاد، چراغ روشن شد، بعد پرده ها افتاد. عالی، مرسی. تو این فاصله علی جان علیین یه پیام خیلی زیبا اینجا نوشتن، من میخونم، که خیلی پر انرژی و فعال و پرشور هستین، واقعا آفرین. جالبه که بسیار خلاقین و این انرژی و شورتون رو در خلق آثارتون هم استفاده میکنین. علی جان علیین از خیلی قدیمی های کان فرهنگی اکنون هستند و خب ما که بعداً اومدیم این افتخار رو داشتیم که در کنار علی جان باشیم. خیلی دوست داشتنیه داشتن این جمعی که یه طیف گستردهی رو پوشش میده. واسه افتخار منه که در این جمع هستم و شعر میخونم. ای کاش بتونم شعر یه روزی بیام و شعرهای شما و داستان شما رو بشنوم. وای ما که از خدامونه فاطمه جان. بسیار بسیار خوشحالمون کردی امروز و واقعا فکر میکنم هممون از هر ثانیه این گفتگو با هم بودن لذت بردیم. من هنوز این 10 دقیقه آخری که داریم و نمیذارم بپره. قد دوست داریم از این با هم بودنمون داریم لذت میبریم که واقعا تا آخرین دقیقش با اجازت جلو میریم. من در خدمتون هستم. من میخواستم بازی خواهش بکنم برای یه شعر دیگه، ولی اول یکی از سوالی که از بچه ها پرسیده رو بپرسم ازتون. این قضیه
تغییر وقتی که شما مهاجرت کردین، خب بحث ادامه ندادن مامایی یه سری شرایطی هستش که توی وقتی که ما مهاجرت میکنیم بعضی رشته ها رو نمیتونیم واقعا ادامه بدیم. فکر میکنم رشته های پزشکی از جمله اولین هاشه، چون هر این موضوعی بود که من تو اسکاندیناوی زندگی کردم و میدونم چه جور چیزایی دارن. همینطور توی استرالیا دوستانی که ایران پزشکی خوندن، تخصص خوندن و میان اینجا نمیتونن به سادگی اون معادل کردن مدرک رو اینجا داشته باشن. ولی نکته بامزه‌ای که بوده، شما یک رشته جدید بحث هنرهای تجسمی شروع کردین که به نوعی مثلا من دارم فکر میکنم آیا شما اصلا یه جورای تقدیرتون این بوده که برین تو هنرهای تجسمی، حالا اون مامایه یه مدتی انحراف بوده، یا اینکه نه اصلا فکر میکنی که یه دلایل خاص دیگه ای داشته الان که اومدی نروژ هنرهای تجسمی رو شروع کردی؟ حقیقتش خود جان، این رشته مامایی که من همون 18 سالگی هم انتخاب کردم خیلی زیاد اینجوری نبود که خیلی علاقه داشته باشم به این رشته و بخوام حتما برم. خب بیشتر به خاطر مسائل مالی بود، یعنی دوست داشتم که یعنی حالا 18 سالگی که خیلی پخته نبودم تا با درکی که بعدها داشتم اونو انتخاب کنم، ولی همچنان که ادامهش دادم برای فوق لیسانس و برای دکترا و همه این امتحاناش رو شرکت کردم دادم، بیشتر به این علت بود که بتونم یه شغلی داشته باشم که خرج زندگیمو بدم، بتونم مستقل باشم و در کنار اون حالا مثلا ادبیات رو هم دنبال کنم. دیگه شما همه دوستان بهتر میدونن وقتی توی ایران هستی خیلی سخته که یعنی در واقع شاعر مستقل بودن این رو میطلبه که تو خودت پول زندگیت رو در بیاری، وگرنه اگه بری توی یک سازمان هنری که توی ایران داره فعالیت میکنه و حالا مثلا چه اداره ارشاده یا باید تن بدی به خیلی چیزها، باید خودت رو سانسور کنی، باید عقایدت رو سانسور کنی، باید به اون خط فکری اونها رو حمایت کنی و دربارش شعر بگی و این خیلی سخته که تو از اون پول بتونی استفاده کنی و مستقل باشی. نمیشه. در از من مامایی رو ادامه دادم برای اینکه یک شغلی داشته باشم و بتونم که مستقل هم زندگی کنم و هم فعالیت شعریم رو ادامه بدم. ولی در اسکاندیناوی حالا عدو شود سبب خیر، همین که رشته من رو اینجا به خاطر اینکه ما توی ایران یه رشته مامایی داریم و بعد اون رو ادامه میدیم به صورت فوق لیسانس و دکترا، اینجا باید اول شما دیپلم پرستاری داشته باشی، 3 سال بچلر پرستاری بگیری و بعد درخواست برای مامایی بدی. در نتیجه برای من ماماییم رو قبول کردم، ولی گفتن شما اگه بخوای کار کنی باید یه دیپلم پرستاری هم داشته باشی، پس برو اول یه دیپلم پرستاری 3 سال درس بخون بیا تا بعد بتونی به عنوان ماما همچنان آلردی ماما قبوله. و من دیگه واقعا حوصله این که برم دوباره اون درس ها رو به یه زبان دیگه بخونم نداشتم و گفتم که بهتر حالا که شرایطش مهیا هست و اینجا اون فشاری که تو نباید و نمیتونی توی محیط هنری ازش پول در بیاری رو روی من نیست دیگه، پس به علایقم بپردازم که نقاشی رو از بچگی من میکردم، نقاشی میکردم و کارهای کانسپچوال آرت و اینا هم دنبال کرده بودم، گفتم پس برم ویژوال آرت بخونم و الان توی فکرم هستش که حتی اگه بتونم فیلم سازی رو به صورت مثلا آکادمیک دنبال کنم. به هر حال تجربه‌ای من داشتم ولی خب به صورت آکادمیک هیچ وقت دانشگاه نرفتم به خاطرش و این فرصت خوبیه و خیلی 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 یعنی کاش بشه همه جای دنیا با اون چیزی که علاقت هست زندگی کنی و بتونی درآمد داشته باشی و خیلی متاسفانه است که نمیشه تو ایران مستقل بود از نظر فکری و کاری و پولت رو هم از همون راه در بیاری، ولی خب امیدوارم که درست بشه. بله همینطوره. ممنون، متشکرم. من با اجازتون میخوام خواهش بکنم به عنوان حسن ختام برنامه باز یک یا دو تا شعر ما رو مهمان بکنین. ما خیلی شما رو به حرف گرفتیم، من معذرت میخوام
حسابی خستتون کردیم. ما فقط داشتیم پشت هم لذت می‌بردیم. عزیز من لطفتون. من شعر می‌خونم براتون. مرسی. در من هزار گریه بیدار است، این بار دل به خواب نخواهم داد. بگذار تا کبیر شود قلبم، آن چشمم که آب نخواهم داد. با تیغ و قرص هام گلاویزم، افسردگی آخر پاییزم. من دل خوشم به ماه غم‌انگیزم، جایی به آفتاب نخواهم داد. دیوار و سقف و پنجره ام قرمز، دیوانه ام شبیه خدا حافظ. من یک درخت سرکشم و هرگز جز میوه خراب نخواهم داد. از جای زخم تازه تری بر تن، از آخرین کبودی برگردن، چیزی نگو، سوال نکن اصلا، من به کسی جواب نخواهم داد. قلب مرا بگیر که کوچک نیست، قلبی که وحشی است عروسک نیست. جایی برای فلسفه شک نیست، من حق انتخاب نخواهم داد. من حس تیر خوردن آهویم، چسبید خون به حلقه گیسویم. از عشق هیچ چیز نمیگویم، دیگر تو را عذاب نخواهم داد. بسیار بسیار زیبا. مهران رفیعی عزیز اینجا نوشتن که امیدوارم فاطمه جان این شیفتگی و سرزندگی رو همینطور حفظ کنه. ممنون، مرسی. با انرژی، با انرژی بالا. حالا من یه نکته رو به دوستان بگم. در طول هماهنگ کردن این برنامه من با فاطمه جان که در تماس بودم براشون پیام میذاشتم، بعد بنده خدا ساعت مثلا 1:30 شب بعد از اینکه تو کی کار کرده بودم به من جواب میدم، میگفت ببین الان اصلا جونم چشام اصلا باز نمیشه، فردا پیاماتو نگاه میکنم. و این دقیقا حکایتی بود که این انرژی صبح تا شب با علاقه روی اینها کار کردن، واقعا به نوعی میتونم بگم فاطمه جان دارن ادبیات رو زندگی میکنن، هنر رو زندگی میکنن. و چقدر ما خوشبخت هستیم که شما رو امروز کنار خودمون داشتیم. خاله جان من توی بقیه قسمت ها اصلا تو قسمت درس خوندن و اینا انقدر انرژی ندارم، تو قسمت های ادبیات و شعر و اینا هاست که یه چیزی اصلا توی من ولوله میکنه. و البته اینم باید بگم جمع شما، این چهره های مهربونی که میبینم، اجرای شما واقعا خیلی 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 جلسه من بودم، خیلی زیاد، چه آنلاین چه غیر آنلاین. و اون تسلطی که مجری داره بر چه قسمت ادبیات و چه بر اون شخصی که دعوت کرده خیلی مؤثره در این انرژی که به جمع میده. و در نتیجه اینها و اصلا بودن توی یه جلسه شعر که دیگه میتونید، برای من که خیلی دورم، توی یه نروژی هستم و توی یه شهرستان خیلی کوچیکی زندگی میکنم که اصلا ایرانی نیست، که جلسه شعرم نیست، ایرانی هم نیست، حتی جلسه غیر شعری هم نیست، یعنی دوستانه و اینا. و برای خیلی حس خوبیه، حتی میدونم خیلی فاصله است، خیلی دوره، هیچ وقت مثل اون جلسه های شعری که میرفتیم اونجوری نیست، ولی اینه که منو سر هیجان میاره. و یعنی من همین بعد از 2-3 ساعت خوابیدن بیدار شدم و الان سر صبحمونم هست، اولا من یه هیولا هم وقتی از خواب بیدار میشم. و ولی میگم این جمع صمیمی و در واقع برخورد شماست که این حس در من به وجود آورده. متشکرم از لطف شما، خیلی خیلی ممنونم. میدونم ما سر ساعتیم الان، واقعا لذت بردیم، بی‌نظیر بود. چه شبی رو برای ما ساختیم. امیدوارم که
کتابتون که اومد بیرون ما بتونیم یه بار دیگه افتخار اینو داشته باشیم که کنارمون باشین. خیلی 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 دوست داریم، حالا من اینو از جانب خودم دارم میگم، مطمئنم خیلی دوست دارین دیگه تو گروه همراه حرف من باشم. شاید بتونیم دفعه بعد یه ذره بیشتر راجع به داستان حرف بزنیم بعد از اینکه کتاب ابی اومد بیرون و بتونیم اون جنبه رو بپردازیم. ما حتی میتونیم بعداً راجع به مجموعه داستانهای دیگه تون و بی نظیر بود، خلاصه که بی نظیر بود. باز هم خیلی خیلی ممنونم ازتون واقعا. ممنون و لطفاً همونطور که گفتم دوست دارم توی وقتی جمعای کتابخانی یعنی شعرخانی و داستانخانی خودتون هم هست من به عنوان شرکت کننده بیام و اگر این وقت کمم اجازه بده دوست دارم حتما شما با شما در تماس هستم که لینک ها رو بگیرم و به عنوان یعنی مخاطب توی جمعتون هم باشم. چی از این بهتر، همینطوری من دارم اینجا کامنت میگیرم، شما باورتون نمیشه ما معمولا توی این جلسات به خاطر اینکه یه ذره من راحت‌تر بتونم کامنت ها رو ببینم کامنت ها رو میذارم که مستقیم میاد به هست، بعد نمیتونی باور کنی من چقدر اینجا کامنت دارم. فاطمه جان با احساس و صمیمی هستن، عشق ما رو چند بار در آوردی، عالی بود. بسیار بسیار ممنون، شب همه دوستان خوش. میبوسمتون، تشکر از همه، خدا نگهدار، شبتون بخیر باشه. خدا حافظ.